الله الرحمن الرحیم نام خدای به نام خداوند حی و رحیم خدای بهشت و خدای جهیم بینندگان عزیز فارسی زبانان محترم عرض سلام و ادب ما را هر جا که هستید از پنجره تلویزیون جهانی هادی و از برنامه به وقت بیداری پذیرا باشید بسیار بسیار خرسند هستیم که توفیق یار ما شد و بار دیگر با شما عزیزان هم صحبت شدیم و مهمان نگاه های با شما هستیم فرصت غنیمت می شما رو امروز 25 دسامبر مصادف است با زادروز پیامبر بزرگ الهی حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آلیه و علیه السلام این زادروز فرخنده را به همه مؤمنان به همه پیروان راستین این پیامبر بزرگ الهی و به همه کسانی که این روز را گرامی می تبریک میگم ان که همه عمر ما و همه لحظه لحظه زندگی ما سرشار از موفقیت و تن همگی تان سالم و دلهای تان به نور ایمان روشن باشه خب طبق روال شنبه ها با یک موضوع عقیدتی درباره مجازات اخروی و عذاب و عقاب الهی خدمت شما رسیدیم اگر یادتون باشه موضوع بحث ما کیفر الهی ماهیت فلسفه و چگونگی است یعنی بحث میکنیم که خب با توجه به اینکه یکی از اعتقادات ما بر اساس استریح آیات قرآن و روایات معتبر این است که اگر کسی در این دنیا مرتکب گناهی شد معصیتی کرد در او دنیا خداوند یک سری مجازات هایی را وعده کرده است و در او دنیا و در آخرت باید به این پاداش عمل خود برسه خب با توجه به این که از خدای مهربانی هست خدای رعوفی هست ای عذاب ها که به صورت جزئی و با ویژگی های بیشتری در بعضی از آیات قرآن مطرح شده چی تناسبی با رحمانیت خداوند داره یا در واقع سوال اصلی برنامه این بود که خداوند از یکی بندگان گناهکار میخواید او دنیا عذاب کنه چی انگیزه ای داره چون یک سری انگیزه هایی برای کیفرهای دنیاوی در برنامه های گذشته بحث شد خب درباره خدا نمیتونه صادق باشه به همین خاطر هست که این سوال مهم مطرح است که خدا چرا بندگان را عذاب میکنه چرا بعضی از بندگان را که گناهکار هستند و دست از پا خطا کردن خداوند چرا اینها را در او دنیا عذاب میکنه ما برای بررسی پاسخ این سوال در محضر استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین فیاضی هستیم اگر اجازه بدهید قبل از اینکه بحث را شروع کنیم سلام علیک خدمت استاد عرض کنم و در خدمت استاد هستیم ادامه بحث خب استاد محترم سلام علیکم. سلام علیکم بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون پیش از اینکه بریم سر اصل مطلب و بحث را شروع کنیم سلام علیکم با بینندگان بفرمایید در خدمتون هستیم سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و السلام و علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حیدری و همکاران بزرگوار و پرتلاش شما در استدیوی جهانی هادی و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم و ارجمنده که پیگیر و دنبال کننده سلسله های و وقت بیداری هستند انشاءالله که بتوانیم در ادامه ای بحث مطالبی که استفاده از آموزه های دینی می شود، از معارف اسلامی می شود در بارای این موضوع کیفر الهی بله. ماهیت فلسفه و چگونگی خدمت شما مطالب را در ادامه تقدیم بکنم و همینجا از این فرصت استفاده بکنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم چون در شب میلاد با سعادت یکی از انبیای بزرگوار الهی یکی از انبیای اولوالعزم یکی از انبیای صاحب شریعت جهانی یا به تعبیر پیامبر صلح و دوستی پیامبر مهربانی و مودت حضرت یسای مسیح را خدمت همه پیروان حقیقی آن حضرت و تمام پیروان ادیان الهی و ادیان ابراهیمی تبریک و تهنیت عرض بکنم انشاءالله که بتوانیم همواره در مسیری که انبیای الهی و پیامبران بزرگوار برای ما ترسیم کرده است که حقیقتا این مسیر در راستای سعادت ما هم در دنیا و هم در آخرت است بتوانیم هر روز در این مسیر مستحکم تر گام برداریم و در این مسیر انشالله حرکت ما استوارتر باشد انشالله در خدمت شما هستم خب ما قبل از که خدمت شما سلام و علیه که عرض کنم برای که بینندگان گذشته سیر بحث رو باش آشنا بشن و مطالب از جلسات گذشته یادآوری بشه این نکات رو عرض کردم و در جلسه گذشته هم طبق روال دو سه جلسه ای اخیر شما دیدگاه هایی را که به این سوالی که ما در ابتدای برنامه مطرح کردم که خدا چی انگیزه ای از اقاب و کیفر خود در او دنیا داره شما دیدگاه هایی رو بررسی فرمودید و دید در این برنامه مطرح شد تا اگر اشتباه نکنیم تا اینجا ما جناب عالی هفت تا دیدگاه یا در واقع پاسخی به این سوال رو مطرح کردین و بررسی کردین و این پاسخ ها هر کدام به نحوی کامل نبود نقصی داشت ارادی داشت که در ضمن این بررسی ها نقد هم شد خب ما مشتاقتر شده ایم. ما و بینندگان بزرگوار و بزرگ بینندگان معرفت دوست ما که خب خداوند واقعا چرا با چه انگیزه گناهکاران را در او دنیا عذاب میکنه چه پاسخ های دیگه برای این سوال وجود داره بله در حقیقت همچنان که عرض کردم در برنامه های گذشته خدمت شما و خدمت بینندگان محترم ما دعی پاسخ ها یا در این مطالب در صدد اون سوال اصلی هستیم که فلسفه و چرایی کیفر الهی چیست چرا در عالم آخرت و در عالم معاد و در عالم قیامت خداوند بندگان را مجازات می‌کند بندگانی که بالاخره عمری خداوند را اطاعت و بندگی کرده است ممکن است بالاخره از آنها معصیت و نافرمانی هم سر زده باشد بله. اما چرا اینها را م... شدیدی میکند با اون صفات و خصوصیاتی که در آیات و روایات بیان شده است تا به حال هفت پاسخ یا هفت نظریه یا هفت دیدگاه دهی زمینه اشاره شد و بیان شد که در حقیقت تمام دیدگاه هایی که ما بیان میکنیم از سوی اندیشمندان بزرگ جهان اسلام مطرح شده است بلی. در حقیقت از صدر اسلام و تا الان اندیشمندان متکلمان بزرگان جهان اسلام و عالمان جهان اسلام آمدن تحلیل عقلی یا تحلیل بر اساس آیات و روایات کردند تا به این پاسخ برسند ما هم می میخواهیم این نظریات رو مطرح بکنیم بررسی بکنیم تا کم کم به او پاسخ اصلی که مورد نظر ما هست و میتوانیم از خیلی آیات و روایات استفاده بکنیم با او پاسخ اصلی انشالله برسیم انشالله خود همین تعدد دیدگاه ها نشان میده که نشان از مس... اهمیت مسئله هست یعنی ای این یک مسئله است که در همه دوران ها و در همه زمان ها از صدر اسلام, صدر اسلام تا اسلام باها... یا حتی ممکن در الهیات مسیحیت هم این مساله مطرح باشه به اسلام بالله. و مسلمان ها نباشه در گوشه از ذهن متفکران دینی یا حتی غیر دینی وجود داشته و همیشه برای این سوال و پرسیش دنبال پاسخ بودن و همین باعث شده که همیشه هر عالمی و هر صاحب نظری برای رسیدن به این پاسخ تکاپو کنه و تحقیق کنه و شاید به همین خاطر بله. هست که دیدگاه ها متفاوت شده بله. در حقیقت نکته باز در تکمیل عرض بکنم از آنجایی که در دین مقدس اسلام در آموزه های اسلامی مخصوصا در کتاب مقدس ما که قرآن مجید باشد بعضی از مفسران و اندیشمندان نظرش اینه که یک سوم تا یا یک پنجم از کل آیات قرآن اشاره به معاد دارد باید. یعنی یک بخش عمده از این شش رو چند صد آیه ای که ما در قرآن مجید داریم بخش عمده او یا دو هزار نزدیک به دو هزار اشاره به معاد داره اشاره مستقیم یا غیر مستقیم باز از اهمیت مسئله این مسئله باید. خیلی مسئله مهم میست که در قرآن این همه روی معاد تکیه کرده است و روی خصوصیات معاد بالاخره سوابه که انسانهای متی در عالم آخرت میبیند یا اون مجازات هایی که بالاخره بندگان آسی در عالم آخرت میبیند اشاره کرده است از اهمیت هست همین که از صدر اسلام تا الان اندیشمندان مسلمان روی این مسئله فلسفه و چرایی کیفر الهی بحث کرده نظریات مختلفی هم اشاره کرده است مطرح کرده است فقط به خاطر اینه که این مسئله مسئله مهم است حقیقتا از نظر آموزه های دینی مخصوصا در آموزه های اسلامی زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست ما برای این چند سباه دنیایی آفریده نشده‌ایم. اگر این باشد ی ای زندگی زندگی مهمی نیست چل سال پنجاه سال صد سال صد و پنجاه سال هم عمر بکند یک طولانی نیست یک عمر مفیدی نیست این نمیتواند انسان که اشرف مخلوقات است فقط برای زندگی چند سباهی در دنیا باشد اگر اشتباه نکنیم تعبیری که خلقتم للبقاء لا للفنا لا دا دنیا بله. دار المجاز و العاقبت دار القرار بله 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 ما فقط برای این آفریده شده ایم که در دنیا پلی باشد از این پل عبور بکنیم به دنیای جاودانه برسیم با. از این فرصت استفاده بکنیم در این دنیا بالاخره خرجی که برای ما لازم است تهیه بکنیم تا از این خرجی ما در جهان آخرت استفاده بکنیم پس جهان آخرت جهان مهم است بر اساس آموزه‌های دینی بر اساس اندیشه اندیشمندان مسلمان ما از همه جهت است که روی بحث معاد روی بحث فلسفه و چرایی کیفر خیلی بحث شده است بحث علی معاد تنها در اسلام نیست در ادیان ابراهیمی دین یهود و دین مسیحیت هم بسیار بسیار پر رنگ هست و میشه دغدغه عالمان یهود و مسیحی این مسئله بوده و همیشه بهش پرداخت البته شده. اون مقداری که در دین اسلام اهمیت بله. داده شده است حتی در ادیان داده. دیگری بله در ادیان دیگری بالاخر اهمیت داده نشده است لذا از این جهت ما وارد بحث شدیم که نظریات و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان رو درباره فلسفه و چرایی کیفر الهی و مجازات الهی در جهان آخرت بررسی بکنیم بله. تا به حال تا این برنامه ما حدود هفت نظریه یا هفت دید یا هفت پاسخی برای این پرسش بزرگ برای این سوال بزرگ را کردیم اگر به هشتمین نظریه و هشتمین دیدگاه اشاره بکنم یکی از دیدگاه ها و یکی از نظریاتی که باز هم از سوی بعضی از اندیشمندان مسلمان چه اندیشمندانی که صاحب نظر در علوم عقلی هستند بله. چه اندیشمندانی که صاحب نظر در علوم نقلی هستند این سخن را گفته حتی در زیل بعضی از آیات بعضی از مفسران این سخن را گفتند بعضی از متکلمان ما بعضی از حکیمان و فیلسوفان ما این سخن را در مباحث عقلی بالاخره مطرح کرده است چون بحث معاد یک بحثی است که در خیلی از دانشهای اسلامی مطرح شده است بله. در بحث تفسیری مطرح شده است در بحث کلامی مطرح است در بحث فلسفی و عقلی مطرح است لذا خیلی از اندیشمندان مسلمان این پاسخ ها را اشاره کردن مخصوصا این پاسخ هشتم یا این دیدگاه هشتم را که خدمت شما و بینندگان محترم اشاره بکنم بعضیا آمدن این گونه خواستن این مسئله را تبیین بکند که اقاب مقتضای عبودیت و بندگی است بالاخره هرچه باشد ما بنده خدا هستیم بله؟ ما مملوک خدا هستیم او مالک ماست بله؟ او مولای ماست او صاحب اختیار ماست چون صاحب اختیار است می تواند هر گونه معامله ای که خواسته باشد با بنده خودش با مملوک خودش داشته باشد یک مثال ساده برای ای که ای پاسخ روشن شود هرچند ای پاسخ نمیتواند حقیقت ای مسئله رو بیان بکنه یا فلسفه اصلی را بیان بکنه اما برای ای که ای پاسخ روشن شود و من یک مثال خدمت شما و بینندگان محترم ارز بکنم شما در نظر بگیرید مالی دارید، موتری دارید، خانهی دارید چون ای موتر و ای خانه یا ای لباس مال شماست هر گونه میتوانی استفاده بکنید از این موتر می توانی استفاده خوب بکنی می توانی مثلا در سرگ خامه از او استفاده بکنی و زودتر استهلاک شوه زودتر موتر شما مثلا خراب شود یا از این خانه می توانی هر روز در نقشه او بالاخره تغییرات ایجاد بکنی هر روز بالاخره به تعبیر امروزی در دکوراسیون مثلا این خانه تغییرات ایجاد بکنی در موقعیت اتاق های خانه سالن پذیرایی خانه تغییرات ایجاد بکنی مالک شما هستید بله. اختیاردار شما هستید این لباس مال شماست می میتوانی... بله, بله. لباس مال شماست می توانی از او تمیز استفاده کنی می توانی از او به عنوان لباس کار استفاده کنی بله. در محیط که مثلا آلوده است گرد و خاک است اونجا استفاده کنی زودتر عمری مثلا که قرار بودی عمر چند سال داشته باشه در یک سال ای لباس شما کهنه شوه و از بین بره پس در واقع طرفداران این دیدگاه میخواد بگه که چون ما بنده خدا هستیم بله. خداوند مالک ما هست هر رقم که خواست با ما رفتار بله، کنه بله، دلش بله، 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 و ما بله، بله، نمیتونیم او سوال کنیم که چرا بله, بله. در حقیقت ماهیت این سخن همین است اگر یاد بیننده های محترم باشه شما در بررسی دیدگاه ها فکر کنم دیدگاه دوم بود که شبیه این حرف زده شد که به اشعاره نسبت داده بله، شد که اونا میگفتن که ما و کجا و خدا کجا بله. ما اصلا حق نداریم بپرسیم که خدای تو چرا مجازات میکنه؟ انگیزه این مجازات و از این بله. قاپ اخروی چی هست؟ بله. یه قسم خیلی نظریه نزدیک باشه. هست بعضی از اندیشمندان بزرگ اشاعره همین سخن رو گفته است اما تفاوت های هم داره در نظریه دومین بود که ما اصلا حق سوال نداریم درست حق پرسش کردن را نداریم اتا در اتا کل کارها ما که انگزه انگزه اصلا نمیتوانیم ها. نه نسبت به کیفر و نه نسبت به سایر عبادات و این دیدگاه میای یک جواب یک این میتواند میگوید ما میتوانیم تحلیل بکنیم میتوانیم بالاخره سراغ فلسفه برویم فلسفه و چرایی این مسائل برویم فلسفه و چرایی کیفر و اقاب الهی برویم اما با توجه به بررسی که ما میکنیم بالاخره تحلیلی که ما میکنیم به این نتیجه میرسیم چون خداوند مالک است و ما مملوک به تعبیر او است و ما بنده هستیم اختیار ما به دست اوست هر گونه تعاملی که میتواند با ما داشته باشد ما نمیتوانیم بر او اعتراض بکنیم نمیتوانیم اعتراض بکنیم که چرا این کار کرد حتی در این زمینه بعضی از این بزرگان و اندیشمندان این سخن را هم آوردن چون بالاخره ما مملوک هستیم و خداوند مالک است ما عبد هستیم و او مولاست حتی اگر تمام بندگان را خداوند به بهشت ببرد کسی نمیتواند اعتراض کند چرا همه را به بهشت بردی چرا آه. اونایی که معصیت کرده چرا مجازات نکردی بله. حتی اگر تمام بندگان را به جهنم ببرد بازم کسی حق اعتراض ندارد بندگان خوب خودش را انبیا را اولیا را امامان معصوم را بندگان مطیع را حتی اینها را به جهنم ببرد کسی حق اعتراض ندارد چرا چون ما مملوکی چون او مالک است چون ما عبد هستیم و او مولای ماست خب اگه این قسم باشه و این دیدگاه درست باشه ظاهرا خداوند فقط با یک صفتش دیده شده و او مالکیتش هست و اینکه نسبت ما به ای خدا اینه که ما مملوکیم و او مالک هست در واقع ای ای ادبیاتی است که مخصوصا در گذشته این ادبیات بیشتر معنوستر بود و این ادبیات فعلا در این زمان ای ما ادبیات مالک و مملوک عبد و و اینا چون موضوعش از بین رفته و فعلا واقعیت خارجی نداره برای گذشته ها این ادبیات بیشتر آشنا بود و این دیدگاه آمده در واقع با این ادبیات نزدیک شده بحب. خب جناب استاد آیا خداوند فقط مالک یا این مالک حکیم هم هست بله. یا این مالک رحمان و رحیم هم هست؟ ای بله. که در نقد ای دیدگاه و این نظریه گفته می شود همین است که بالاخره موقعیت خداوند و کارهای خداوند مقایسه شده است با کارهای بنده کارهای بنده ای که ممکن است گاهی از روی غرض شخصی باشد بله. از روی احساسات باشد و از روی بدون یک انگیزه معقول و خیرتمندانه باشد بله. بله کسی بالاخره اگر از روی احساسات نگاه بکند میتواند مال خود را هر گونه تصرف بکند درست. اما کسی اگر مختصر بالاخره در کارهای خود انگیزه داشته باشد هیچ وقت اموال خود را بیجا مصرف نمی کند مالی که بالاخره می تواند از او استفاده سه سال چهار سال بکند او رو در یک سال استهلاک نمی کند در یک سال از بین نمی بر. آدم عاقل کار آدم نمی, برد. کار نمی کند وقت آدم عاقل که کار او از روی خرد است از روی خردمندانه و از روی عقل و معقولیت است ای کار نکند خدایی که یک از برجستهترین صفات او حکیم بودن است خدایی که یک از برجستهترین صفات او رحمانیت و مهربانی است قطعا نسبت به بندگان خود این کار را کند دارد. چون نسبت به خداوند ما هرچند بالاخره ممکن است فلسفه کارهای او را ما درک نکنیم اما این نکته را ما میدانیم که خداوند هیچ کار او بدون حکمت و بدون فلسفه نیست بله. همچنان که بارها اشاره کردم خداوند نسبت به بندگان مهربانتر از پدر و مادر است پدر و مادر نسبت به فرزند گاهی کار نمی کند که بیاید فرزند خود را به هر کاری وادار بکند هر گونه دستوری بدهد در مسیری به فرزند خود دستور میدهد که اون مسیر در راستای سعادت فرزند باشد اگر مشقت های هم در سر رای او قرار میدهد برای ایجاد پخته شدن اوست برای ایجاد تجربه برای اوست برای رسیدن به کمال است وقتی پدر و مادر در حق فرزند خود کاری که انجام میدهد کار از روی خرد است از روی اقلانیت است خدایی که حکیم است خدایی که نسبت به پدر نسبت به عبد و نسبت به بندگان از پدر و مادر هم مهربانتر است قطعا این کار را نمیکند پس این سخن اصلا نارواست که ما بگوییم چون ما مملوک او هستیم او اختیاردار ماست هر کاری که بالاخره مالک نسبت به ملک خود انجام میدهد خدا نسبت به ما انجام بده. البته اختیاردار هست اما این اختیاردار اختیاردار یک صفات دیگه بر اساس حکمت است بله این بر اساس حکمت است ما اگر نسبت به مال خود هر گونه تصرف میکنیم این اموال است که بالاخره اموال غیر صاحب درک است غیر زیشعور است ما نسبت به لباس خود نسبت به موتر خود نسبت به خانه خود بله هر گونه تصرف می توانیم اما هیچ وقت پدر و مادر نسبت به فرزند خود دستور ناروا نمی دهد انسانی که اشرف مخلوقات است انسانی که خداوند زمانی که انسان را آفریده است به خودش تبریک گفته است پس نمی آید کاری نسبت به او بکند که دور از فلسفه و دور از علت و دور از حکمت باشد درست بدون بالاخره یک علت اصلی باشد بدون کار حکیمانه باشد قطعا این کار خداوند نسبت به بندگان نمی کند پس نمی تواند این سخن سخن دقیقی باشد و پاسخ بالاخره این پرسش را که کیفر الهی و مجازات الهی فلسفه و چرای او چیست نمیتواند پاسخگو باشد خب اگر اجازه بدهید یک میان برنامه را ببینیم و ادامه بحث در خدمت شما باشیم و همراه بینندگان گرامی خب بینندگان محترم یک وقفه کوتاه و یک میان برنامه تقدیم شما میشه دوباره برمیگردیم و خدمت شما هستیم درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار زمیری دست در دامن عفت زنم دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ای ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری نور را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریز تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر برای داشتن تو ریسمان نبستم دل بستم همین که حال دلم خوب است برایم کافی است پروردگارم هنوز هم می شود را صدا زد حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این حجوم ثانیه ها تکرار کرد هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد هنوز هم تا همان خدایی خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست یا رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوباره خدمت شما همراهان گرامی مخاطبان عزیز برنامه به وقت بیداری بسیار خرسند هستیم که شما عزیزان همراه ما هستید و همراهی شما به ما انگیزه بیشتر میده امیدواریم که این برنامه برنامه به وقت بیداری پنجری باشه برای آشنایی بیشتر ما شما با معارف الهی و نتیجهش ای باشه که زندگی مؤمنانه ای را ما در این دنیا رقم بزنیم تا حسن عاقبت و خوشنودی خداوند نصیب روزی همه ما شود الهی آمین خب بزرگواران این برنامه که شما وقت میبینین ساعت هشت یا هشت شب به وقتی کابل هر شب میبینید تکرارش را هم اگر دهی ساعت نمیرسید میتونید فردای هم روز ساعت ده و چل دقیقه با وقت کابل مشاهده کنید ما علاوه بر با وقت بیداری برنامه زنده دیگه هم تلویزیون جهانی هادی فارسی دری خدمت شما بینندگان تقدیم میکنه هر روز به اسم برنامه روشنا بله آشنا هستید شما همراه هستید با این برنامه هم این برنامه هم که بیشتر به موضوعات خانواده و اخلاق خانواده و تربیت فرزند و این قسم مسائل میپردازه و خواهران گرامی خواهران عزیز همکاران ما کارشناسان محترم در این برنامه حضور دارند. در موضوعات مختلف جامعه شناسی خانواده مسائل تربیتی فرزند و مسائل ازدواج و بس ای مشکلات اینا هر یک بخش هم بسایل بعد مشورتی پیدا میکنه شما میتونید این برنامه را هم هر روز به جز جمعه ها ساعت یک ظهر به وقت کابل ببینید و تکرارش هم همو روز چپ ساعت 9.45 دقیقه تماشا کنید خب شما میتونید با تلویزیون جهانی هادی و با این برنامه که گفتم برنامه به وقت بیداری برنامه روشنا به طور زنده و مستقیم هفت روز هفته 24 ساعت با شماره پل ارتباطی واتسابی مصبت 964 780 255 چهل ارتباط داشته باشید مرتبط باشید نظر پیشنهاد سوال اگر دارید با ما در میان بگذارید جای خورسندی است که ما بتانیم دیدگاه های شما و صدای شما را بشنویم شما همینطور میتونید برنامه های ما را علاوه بر پخش زنده از طریق تلویزیون جهانی و فیسبوک میتانید در تلگرام در یوتیوب و آپارات هم برنامه های ما را دنبال کنید اونجا نظر بدهید بپسندید و سوالی اگر دارید همونجا هم میتونید با ما مرتبط باشید خب بریم اگر اجازه بدهید ادامه ای مطلب در محضر استاد گرامی جناب استاد فیاضی خب استاد محترم دیدگاه هشتم را خب بررسی فرمودید و نتیجه ای شد که خدا را باید تنها مالک ندید مالک تامل اختیار فعال مایشا که هست خداوند حکیم هم هست خداوند مهربان هم هست این ویژگی ها هم باید در برای خداوند دید و با توجه با این ویژگی های جامعه خداوند جواب داد که ای خدا چه انگیزه از عذاب بندگان گناهکارش در او دنیا داره مشتاق هستیم که بحث رو ادامه بدهید اگر در تکمیلی این جواب فرمایشی دارید بازم میشنویم اگر نه که جواب بعدی رو میخواید مطرح کنید باز هم مشتاقانه منتظر هستیم بله در حقیقت چون بحث علمی هستی پاسخ ها ما در جواب هشتم به همین مقدار اکتفا میکنیم گرچه ممکن است آنچه را که بله. من خدمت شما و بینندگان محترم عرض کردم شایدی خلاصه و ن... چکیده از ممکن صفحات مفصل از کتاب هایی است که در این زمینه نوشته شده و اندیشمندان ما در این زمینه حتی کتاب های مستقلی نوشتن نظریات مفصلی دادن که من خلاصه ای او را عرض کردم بله. چون نمیشود بیشتر از این چون بحث تخصصی تر از این مطرح کرد و ممکنه بعضی از بیننده های ما در این زمینه شاید مطالعات کمتری داشته باشد به صورت عمومی تر خواستیم خدمت شما عرض بکنم همینجا اگه اجازه بدید من از طرف بیننده ها از شما یک قول بگیرم بحث از مطالعه و اینها شما به میان آوردید ممکنه خب بعضی از بیننده ها با دیدن این برنامه مشتاقتر و برن که بیشتر در این بحث ها علاقه مند بحث شوند من به صورت شما اگر در جلسه آینده ان اگر عمر باقی باشه و توفیقی باشه که ما خدمت شما برسیم اگر یکی دو تا کتابی که مرتبط با این بحث باشه و متناسب با مخاطبان گرامی ما باشه هم اگر معرفی کنید انشاللو. بسیار خوشحال میشیم ان شاء الله خوبی است برای بیننده ما بله قطعا در این زمینه بیننده ها ایما. به این بحث ها اکتفا نکنند چون در اینجا صرفا کلیات مباحث مطرح می شود. پنجره باز یک جرقه زده میشود که اینا تشویق شود بیشتر در این زمینه مطالعه بکنند کتاب های بله. تخصصی مقالاتی که در این زمینه هست مطالعه بکنند و توضیحات بیشتری که در اون کتاب ها آمده است اونها رو ببینند و از اونجا بیشتر در این زمینه معارف اسلامی مطالب را فرا بگیرند یاد بگیرند برای... بله. آشنایی بیشتر اما اگر وارد نهمین جواب و نهمین پاسخ در این زمینه شویم این جواب و پاسخ بیشتر یک دیدگاه عرفانی هست دروب. بعضی از عرفای مای ما نظریه را مطرح کرده است که اونها سخنش این است که اقاب و کیفر الهی مظهر اسمای الهی است جلوه اسمای الهی است نمود اسمای الهی است من این نکته را عرض بکنم خدمت شما و بینندگان محترم ما که توجه دارید که بالاخره صفات و اسمای الهی فراوان در آیات قرآن مجید و در احادیث و روایات و مخصوصا در دعاهای رسیده از معصومین فراوان مطرح شده است ده ها اسم و ده ها صفت در قرآن برای خداوند گفته شده است و مطرح شده دهها و صدها اسم و صفت در روایات رسیده است و یکی از جامعترین منبعی که در زمینه اسما و صفات هست و به صورت فهرستوار هم آمده است که خیلی راحت هم بیننده های محترم ما میتوانند در این زمینه بشمارند و اینها را بررسی بکنند دعای جوشن کبیر است دعای جوشن کبیری که حقیقتا بالاخره در او هزار هزار و یک صفت و اسم خداوند مطرح شده است خیلی به صورت خلاصه در دعای جوشن کبیر. کبیر و در شهر دیگر دعاها دعاهای ماه رمضان و دعاهای سهر و امثال اینها چون حقیقتا یکی از بهترین منابع معرفتی ما همین دعاهاست پس اسما و صفات خداوند در آیات و روایات و مخصوصا در دعای جوشن کبیر فراوان مطرح شده است این نگاه عرفانی و دیدگاه عرفانی میگوید این که چرا خداوند بندگان خودش را در عالم آخرت اقاب و مجازات میکند میگویند اقاب مظهر و جلوه اسمای الهی است می دانید و بینندگان محترم ما توجه دارد که در همون اسامی هزار و یک اسم که در دعای جوشن کبیرم آمده است بعضی از اسامی اسامی هست که گویای رحمانیت و مهربانی خداوند هست بعضی از اسامی اسامی هست که گویای از این که خداوند بالاخره بندگان خودش را مجازات می کند خداوند نسبت به بندگان خودش بندگان خودش را جزا میدهد اقاب میکند مثل معاقب بله بله. مثل مثلا اقاب کننده صفت قاهر صفت دیان مالک بله. مالک بله. روز جزا جزا دهندهی در روز قیامت که در سوره حمد ما مرتب در نمازهای بالاخره روزانه ما او را تکرار میکنیم همین معنا رو میرساند یعنی روز جزا خداوند به بندگانش جزا میدهد هم پاداش و هم کیفر و هم اقاب و هم عذاب پس اینها میگویند که اقاب مظهر و جلوه اسمای الهی است خداوند اسمایی دارد که گویای رحمانیت است اون صفات که مثلا در او رحمانیت خداوند رحیمیت خداوند فضل و مهربانی خداوند بیان شده است اونها جلوه اونها نمود اونها ظهور و بروز اونها به ثواب است به پاداش است اون صفاتی که گویای اقاب و مجازات است مثل صفت قاهر مثل صفت مالک یوم الدین مثل صفت دیان و امثال اینها جلوه اینها و مظهر اینها و نمود اینها اقاب الهی است چون نگاه عرفانی من این نکته رو بازم توضیح بدهم نگاه عرفانی با عالم هستی این گونه است که اینها میگویند در عالم هستی ما یک وجود حقیقی بیشتر نداریم اون وجود حقیقی وجود خداوند هست بقیه موجودات در حقیقت جلوه از صفات الهی است اینها وجود حقیقی نیستند اگر بخواهیم تشبیه بکنیم هرچند این بحث بحث سنگینی است شاید من نتوانم حقیقت مطلب را چون بیننده های محترم ما شاید آشنایی با این مباحث کمتر داشته باشند نتوانم ماهیت و حقیقت این بحث را توضیح بدهم اگر برای نزدیک شدن به ذهن من یک مثال ارز بکنم شما در نظر بگیرید ممکن است در شهر شما در منطقه شما مثلا یک طبیب یک پزشکی آمده باشد خیلی پزشک حاضق باشد خیلی متخصص باشد کسی است که بالاخره سالها و سالها مردم پیش او رفته و تجربه او رو کردن و بالاخره دست او شفابخش بخش بوده است وقت او را نسبت به یک طبیب و پزشک تازه به دوران رسیده کسی که تازه شروع به تبابت کرده است این گونه ممکن مردم تعریف بکند طبیب و پزشک فلانی است دیگر طبیب نیست دیگر اصلا پزشک نیست یعنی آدم تازه کار هست بلد. دیگران تازه شروع کرده است تازه تجربه می کند هنوز بالاخره به تخصص او نرسیده است هنوز به تجربه او نرسیده است او پزشک کسی است که 20 سال 30 سال 50 سال عمر خود را گذاشته است در این زمینه هم درس خوانده است و هم تجربه دیده است بله. وقتی مردم بقیه پزشکار را به او مقایسه می کند دیگران پزشک نیست تنها پزشک فلانی است یا یک عالم را نسبت به بقیه عالم ها اگر مقایسه می کند می گوید عالم فقط فلانی است بقیه عالم نیست بقیه اون دانش را نداره او سوادی که باید و شاید داشته باشد ندارد <تصفح> یا یک استاکار شما در نظر بگیرید یک بناکار در نظر بگیرید بنا فقط فلانی است استاکار فقط فلانی است یه قدر مهارت داره هر نقشه رو میتواند پیاده بکند بقیه اصلا استا نیست بقیه اصلا بناکار نیست این صرف از باب نزدیک شدن به ذهن است با. دیدگاه عرفا همین گونه است که وجود حقیقی وجود خداست تنها اوست که در این عالم هستی تمام عالم هستی را پر کرده است تنها وجود اوست هر آنچه غیر از او باشد جلوه های از صفات اوست با. جلوه های از بالاخره مظهر اوست مظهر اوست جلوه اوست یا بعضی تشبیه میکنن مثل دریا و مثل موج دریا موج دریا چیز جدای از دریا نیست صرف یک جلوه از دریا صرف یک شیوه از حرکتی از دریاست اما هرچه هست دریاست موج برای خود وجود مستقلی ندارد هرچه هست دریاست موج دریا یک جلوه از دریاست یک ظهور بروز از دریاست اینها هم چون نظرشان این است که در ای عالم هستی هرچه هست خداست وجود حقیقی خداست بقیه موجودات جلوه از صفات الهی است نمود است با. یک جلوه از وجود است وجود حقی نیست لذا اینها میگویند اگر اون صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند جلوه بکند ثمره او و نتیجه او ثواب است نتیجه او بالاخره پاداش است نتیجه او اجر است اگر اون صفات قهاریت خداوند دیان بودن خداوند مالک یوم الدین بودن خداوند ظهور و بروز پیدا بکند نتیجه او عقاب است نتیجه او کیفر است نتیجه او عذاب و مجازات است ببخشید من به خاطر توضیح مطلب این رو برداشت خودم رو عرض کنم حالا اگر درست نبود شما بفرمایید اگرم ناقص بود شما تکمیل بفرمایید یک وقت است که مثلا ما آدما بالاخره وقتی که به دنیا, م... به دنیا میایم پدر و مادرای یک نامی روی ما میگذاره یک صرف یک نام است دیگه این نام و مسما رو داشته باشه مثلا یک یک نفر نامش میگذاره مثلا شجاع ولی در حال وقتی که او بزرگ میشه از شجاعت هیچ بهره ای نبرده یا ممکنه یکی را کریم بگذاره یکی را رحیم بگذاره و حالا که هیچ بهره ممکن از این معنا و این مسمای خودش از این مسما از این نام خودش هیچ بهره ای نداشته باشه ظاهرا عرفا در ای باره سواده این باره تعبیر این میگه که خداوند نباید با آنچه که درباره آدمیان هست قیاس کرد وقتی که ما میگیم خداوند رحمان هست این رحمان بودن یک تأثیراتی داره یک سری خواصی داره که از خداوند جدا نیست بله. ما وقتی میگیم میگم خداوند شدید و هست باز هم به همین قسم هست اگه مثال بزنیم مثلا فرض کن اون شوری نمک رو نمیشه از نمک خاصیت نمک است همین قسم شیرینی یک ماده شیرین مثل مثلا نیشکر یا مثلا لبلبو رو ما نمیشه از او بگیریم و بعد او رو نامش بگذاریم درباره خداوند هم هر نام و صفتی که برای خداوند در قرآن آمده یا در منابع معتبر دینی آمده یه تأثیری داره یک ویژگی حتما داره با توجه به اینکه یک سری از نامهای خداوند برمیگرده به این رحمان بودن رحیم بودن به اینکه پاداشی پاداش نیکوکارا را بده به این برمیگرده خب این در او دنیا به هیچ جلوه همین صفاتش هست دیگه بله. و از او طرف اگر جهنمی هست اون جهنم و اون عذابی که در او جهنم هست جلوه از اون صفاتی مثل شدود العقاب بودن، مالکی اومد بودن و عقاب کننده بودن هست بلد. بلد. چیزی که من برداشت کردم از فرمایش های شما بلد. نسبت به این که بالاخره اسما و صفات خداوند با اسما و صفات ما تفاوت دارد یه همه اندیشمندان مسلمان قبول بله. دارند چه بالاخره عارف باشد چه متکلم باشد رحمانیت رحیمیت رازق بودن خالق بودن قهار بودن و دهها و صد ها صفتی که برای خداوند هست در حقیقت جلوه از کارکرد وجودی خداوند هست بله. در این مسئله همه, همه, اتفاق نظر, نظر دارند دارن. بله. اما تفاوتی که دارن این عرفا میگوین که بالاخره بهشت و جهنم جلوه از صفات خداست. صفات خداست یک وجود جدای از صفات خداوند ندارد اگر صفات رحمانیت و رحیمیت جلوه بکند نتیجه او می شود بهشت اگر صفات قهاریت و دیانیت جلوه بکند نتیجه او می شود جهنم و ارتباطش با اون سوال اصلی که خب خدا چرا گناهکارا را در اون دنیا عذاب میکنه و عقاب میکنه چی نسبت برقرار قرار میشه همین را میخواهم بالاخره در بررسی و نقد این دیدگاه و این نظریه عرض بکنم چند نکته در این زمینه میشود مطرح کرد نکته ای اول اینه که خود این دیدگاه عرفا که میگوید در عالم هستی فقط یک وجود ما داریم که اون وجود خداوند هست بقیه اصلا وجودی نیست بقیه جلوه هست بقیه ظهور است مثل موج دریا و خود دریاست این سخن برای همه قابل قبول نیست بقیه اندیشمندان قبول ندارن متکلمان ای را قبول ندارن فلاسفه قبول ندارن مفسران قبول ندارن یه فقط ممکن است این سخن رو گفته باشد با چه تفسیری که اونها دارد از این مسئله اما بقیه اندیشمندان خود این مبنای این سخن رو قبول ندارن چون مبنای اونها بر اساس وحدت وجود است به اصطلاح بالاخره تعبیر علمی اگر بکنیم بله. چون مبنای این سخن بر اساس وحدت وجودی است وحدت وجودی یک مبنای قابل قبول. برای همه اندیشمندان نیست. پس این مبنا خود سخن مورد اتفاق و پذیرش همه نیست. وقتی مبنا رو ما بالاخره زیر سوال بردیم، روبنا هم زیر سوال میرود. هر سوالی که بر این مبنا استوار شده باشد، او سخن ها هم بالاخره متزلزل می شود قابل قبول نیست بقید. یک سخن سخن دیگر یا نکته دیگری که در این زمینه می شود مطرح کرد از تعبیر اینها استفاده می شود که رابطه بین این صفات خداوند و بین ثواب و عقاب یک رابطه علی و معلولی هست یک رابطه حقیقی هست یک رابطه تکوینی هست این سخن هم سخنه زیاد قابل قبولی نیست یعنی همه ای نمیتوانند بپذیرند یعنی اونا میگه هیچ خطایی ندارد بله 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 وقتی بله که بله کسی گناه کرد و از او طرف چون خداوند عقاب کننده هست و مالکی الدین هست حتما باید حتما باید اقاب شود, اقاب شود و, و این جای سؤال هرچند ما میرسیم در اون نظریه دقیق و نظریه یازده که بهترین نظریه است رابطه تکوینی رو میخواهیم اثبات بکنیم و اثبات میکنیم بلی. که بین بالاخره عمل ما در این دنیا و سمرات و پیامد او در جهان آخرت یک رابطه تکوینی است اما این که بین صفات خداوند و اسامی خداوند با بهشت و جهنم با ثواب و اقاب رابط رابطه تکوینی باشد این سخن قابل قبول نیست درست. با توجه که وقتی کمی داریم سه دقیقه به پایان برنامه وقت داریم شما وقت بله نکته دوم رو هم در این زمینه بله نکته دوم و سوم رو هم در این زمینه اشاره بکنم یکی از نکاتی که اونها در این زمینه در تبیین این سخن خود گفتن این است که بالاخره چون وجود در این عالم هستی فقط خداوند هست بله. و بقیه موجودات جلوه از وجود خداوند هست لذا ذات این بقیه موجودات اینا اقتضای کیفر را دارند اگر در این دنیا معصیت کردند اقتضای کیفر را دارند اگر در این دنیا اطاعت و بندگی خدا را کردند اقتضای ثواب را دارند این سخن هم نمیتواند قابل قبول باشد چگونه می شود یک کسی که بالاخره جرم و گناهی را مرتکب شده است خود او درخواست کیفر خود بکند اون هم چی کیفری اگر کیفر کیفر دنیایی باشد ممکن است کسی بالاخره خود را معرفی بکند یک جرمی مرتکب شده است خود را بالاخره به محکمه به پلیس او کشور معرفی میکند و به جرم خود اعتراف میکند بله. اما اگر بالاخره مجازات و کیفر مجازات و کیفر جهان آخرت باشد او مجازاتی که بر اساس آیات و بر اساس روایات خیلی مجازات سخت است خیلی مجازات شدید است که در بعضی از آموزه های دینی ما, دینی ما که قبلا هم اشاره کردم مثل این است که بعضی از سرب گداخته یا مثل گداخته را در دل این انسان ریخته باشد و در دل او غلیان بکند و بجوشد چگونه یک بنده معصیت کار تقاضای همچه مجازات را همچه کیفر را همچه اقاب و عذاب را بکند با. پس این نمیتواند این سخن سخن درستی باشد که چون رابطه بین بهشت و جهنم رابطه با اون اسما و صفات الهی است پس همه بندگان کار خود اینها اقتضای اقاب اقتضای کیفر را دارد این سخن سخن قابل قبولی در این زمینه نیست مخصوصا نکته دیگر هم در این زمینه اشاره کرده باشم که یک نکته دیگر این است که اگر ما بالاخره مخصوصا ممکن است نسبت به بندگانی که بالاخره در دنیا کلا مشرک بوده است بله. در دنیا اطاعت و بندگی خدا را نکرده است ممکن است بالاخره مجازات های اونها رو ما مجازات شدیدی در نظر بگیریم بله. اما بعضی از گناهان که خیلی گناهان کوچک است اما در آموزه های دینی ما مجازات شدیدی بله. برای اون معرفی شده است در این زمینه قابل توجه نیست و نکته دیگر نکته مهمتر این است که خود همین دیدگاه عرفا این است که بالاخره ما راه های دیگر هم داریم یکی از راه ها این است که خداوند از در رحمت و اف و مغفرت خودش وارد شود آه، یعنی این رو باطل میکنه اقتزار رو از بین ببرد چون همچنان که یکی از جلوه های صفات خداوند قهاریت و دیانیت است یکی از صفات خداوند مغفرت و غفاریت او هم هست توبه پذیر بود. توبه پذیر تواب است بله. غفار است توبه بندگان رو میپذیرد او بالاخره آمرزنده هست بخشنده است پس به چه دلیل خداوند از در بالاخره قهاریت خودش وارد شود یا جلوه قهاریت خودش را بالاخره بر این بندگان خودش بتاباند اما از در غفاریت و تواب بودن خودش وارد نشود اون صفات بر بندگان جلوه نکند دارد. پس هیچ دلیلی ندارد در حالی که خدایی که مهربان است خدایی که رحیم و رحمان است بیشتر شایسته است از در تواب بودن وارد شود از در غفار بودن و بخشنده بودن وارد شود پس نمیتواند این سخن هم ماهیت فلسفه و چرایی کیفر الهی را بیان بکند و نمیتواند پاسخ حقیقی برای این سوال باشد خب بسیار عالی استفاده کردیم سمبش. امیدواریم که در بحث های آینده در قسمت های آینده انشالله به اون پاسخ درست و جامع و این سوال بиرаسем وа оқуبати مо хатم بа خیر қаرоر بиدهм <applause>